خب میایم به اتاق دوممون که سکندریز هست در واقع ما تو پرایمری همونطور که گفتم خدمتتون کل تصویر رو تغییر میدیم و تصویر رو در واقع اصلاح میکنیم توی سکندریز میتونیم روی جزئیات کار بکنیم اینجا مگه بخوام آبی این پنجره رو کم بکنم یا این دیوار رو یه مقدار کم رنگ تر بکنم نمیتونم چون کل تصویر با هم تغییر میکنه اما توی سکندریز تخصصا میتونم این کار رو انجام بدم اولین کاری که شما باید بکنید اینه که حتما اون رو انیبل بکنید سه تا قسمت بالا عینا عین همون چیزی که شما تو پرایمریز دیدید پس چرا اینجا درست شدن فرض کنیم که من بخوام رنگ آبی این پنجره ها رو حالا یا فرو رفتگی ها رو کمتر بکنم چه میتونم این کار رو انجام بدم یه قطره چکون شما این بالا دارید که به محض اینکه روش کلیک بکنید میتونید توی تصویر یه رنگ خاص رو انتخاب بکنید مثلا اینجا من این آبی رو انتخاب میکنم و با کلیک کردن و با کشیدن میتونید به سلکشنتون به انتخابتون اضافه بکنید همونطور که شما میبینید اینجا آبی های تصویر رو انتخاب کرد و اینجا به من نشون میده که اندازه رنگی من بازه رنگی من چقدر بوده بازه قلزت رنگی من چقدر بوده و تیرگی روشنیش من میتونم دستی اینجا یه مقدار رو تغییر بدم مثلا یه خورده به چپ و راستش بکنم و از اینجا ببینم که دقیقا اون اتفاق به چه صورت هست این تا آیکونی هم که شما اینجا دارید اولی تصویر اصلاح شده رو نشون میده دومی تصویر و در واقع کاری که شما میخواید روش انجام بدید سومی فقط جایی رو که انتخاب میکنید و ماسک هایی رو که در واقع انتخاب میکنید توی تصویرتون رو خب به طور مثال من اینم اینجا درست انتخاب شده میتونم یه خورده این اسلایدر رو ببرم تر همونطور که شما میبینید این تونل های پایین رو انتخاب نکنم و دقیقا همین جاها رو انتخاب بکنم یا یه خورده میتونم قلزت رنگ رو تو انتخابشون بالاتر ببرم که جاهای بیشتری انتخاب بشه یا یه خورده گسترش این رنگ آبی رو بیشتر بکنم که باز جاهای بیشتری انتخاب بشه و این عنوان ها خیلی جالب هست این چند تا عنوانی که اینجا وجود داره علال خصوص اولی همونطور که شما اینجا میبینید ممکنه یه ذره نقاط پراکنده شما توی تصویر داشته باشید اگر من الان بیام روی این تصویر با توجه به اینکه الان این آبی ها اینجا انتخاب شدن من بیام بگم خب من میخوام فرزن قلزت میتون هام رو کمتر بکنم یا زیادتر بکنم همونطور که شما الان اینجا اگر ببینید من میتون ها رو میتونم تمایل بهشون بدم به سمت مثلا زردتر یا آبیتر البته چرا اعمال نمیشه خیلی عجیب بر من خب خیلی کم تاثیرش رو میبینیم ولی واقعا خیلی چشمگیر نیست و حالا مثلا میخوام اینها رو یه مقدار گرمتر بکنم فرزن آبی هایی که اینجاست یا این آبی های اینجا رو قلزتشون رو کم بکنم مثلا یکه بخوام بکنمشون سه دهم ده نمیرم واضح بود یا نه این کاری که من اینجا انجام دادم که خیلی قلزتش کمتر شد مثلا دو دهم ده همونطور که شما اینجا میبینید قلزت این آبی های اینجا کمتر شدن و کمتر الان چشمگیر هستن بیشتر الان بازیگر من دیده میشه حالا تا اینجا ها. قسمت سکندریز شما خیلی گسترده است و کارهای فوق العاده جالب میتونید باشه انجام بدید این عنوانی که من این کاری که من الان اینجا انجام دادم شده که ساده ترین هاش بود آیدراپر شما یا همون قطر چکون شما با شما میتونید یه رنگ رو توی تصویر انتخاب بکنید و اون رو تغییر بدید مثلا من اینجا غلظت آبی رو کم کردم یا میتونم مثلا غلظتش رو کم نکنم ولی خود چرخی رنگش رو تغییر بدم مثلا الان آبیه بکنمش زرد یعنی 180 درجه به چرخونمش خب رنگش واقعا خیلی زیاد نیست خیلی به خاطر همین خوب دیده نمیشه راستش رو یه خورده رنگش کمه خب کلا غلظت رنگش کمه نکام همون غلظت رنگ ما بیشتر یا کمتر بکنیم بیشتر چشم بیاد نکته دیگه که وجود داره اینه که من اگر بخوام فرزن صورت این بازیگر رو روشن بکنم یا این کمرش رو اونم از اینجا میتونم انجام بدم اگر شما بخواید اتاق دومتون رو ریست بکنید کلا و برگردید به همون حالت اصلید این ریست آل سکندریز رو میزنید و همونطور که شما دیدید اون سلکشن از بین میره و حالا برمیگردیم به حالت اول یه عنوان دیگه که ما اینجا داریم که خیلی جالبه اسمش وینیت هست شما احتمالا با وینیت توی کار فیلمبرداری قبلا آشنا بودید لنزی که چهار طرفش تصویر در واقع یه مقدار تیره تر میشه و به این حالت میگن حالت وینیت مثلا من اگر اینجا تصویرم یه مقدار تیره تر بکنم اول باید انیبلش بکنم شما میبینید که داخل این وینیت من تصویر خیلی تیره تر میشه یه کنترل شما اینجا دارید اگر من الان این اینساید رو بکنمش سواپ یعنی برعکس که میاد میفته روی آتساید نکته در نظر داشته باشید که سواپ رو باید بزنید از اینساید روی آوتساید بیاد شاید درست کار نکنه معمولا این یه ریفرش میخواد سواپ راحت تر این کار رو انجام میده خارج از این دایره دیگه این اتفاق میفته یعنی تیره کردن من خارج دایره انجام میشه نه داخلش و بعد حالا من با سافتنس یا نرمی این دایره میتونم این حالت وینیت رو به وجود بیارم و این اتفاق رو خیلی نرمتر انجام بدم نکته جالب دیگه ای که در مورد سکندریز وجود داره به غیر از وینیت و به غیر از سلکت کردن یه رنگ و تغییر دادنش اینی که شما میتونید تا سکندری داشته باشید یعنی شما هشت قسمت مختلف رو توی تصویر تو میتونید کارهای مختلف روش انجام بدید مثلا شما یه رنگ رو سلکت بکنید تغییر بدید یه وینیت ایجاد بکنید یا خیلی کارهای دیگه اون هم توی تصویر فقط یک دونه نه میتونید هشت تا چیز رو تغییر رو ایجاد بکنید خب این یه معرفی کوچیکی بود از سکندریز ما توی قسمت بعد با این قسمت خیلی خیلی جالب بیشتر آشنا میشیم